درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز و گرامی کانال افغان هلت اند بیوتی. مبازم در خدمت شما دوستان از قرار دارم قد یک ویدیو اطلاعاتی دیگر در باره حفظ Hands Arm Vibration Syndrome. Hand Arm Vibration Syndrome. Hand به معنی دست، arm به معنی بازو، vibration به معنی ارتعاشات و syndrome هم syndrome یعنی علائم مشخصی یک مرضی. حفظ یک مرضی است که معمولا کسانی که در شرکت های ساختمانی در کار ساخت و ساز، در کار سرکسازی، در کار سنگوری، در معدن زغال، در کارخانه ها و در هر جایی که باعث شود شما از وسایل از لوازم از وسایل استفاده کنید که باید که لرزه در دست شما وجود بیره، این مهی نفرات کلگیش در معرض خطر مبتلا شدن به حبس قرار دارد. مثلا وسایل هایی که میتونه باعث لرزش در دست ها شود چی است؟ متا مثلا در انگلیسی دریل می شود که برای پیش کردن یا خلاصه پیش کردن در دیوار یا در کار نجاری، در کار ساختمانی، در هر جایی ازش استفاده می شود. یا هم همر دریل، همر دریل از اون دریل های بزرگ هست که باعث که برای شکستاندن سیمان، کانکریت یا بتون یا سنگ یا هر چیز ازش استفاده می شود. همر دریل هم باعث لرزش در دست ها می شود. گرایندر یعنی یا فریز، فریز که وقتی آهن میبری یا کاشی میبری یا چوب میبری که باعث میشه دست آدم لرزه نه، یا خلاصه اره های برقی که میگیری و آهن چوب میبری باعث لرزه دستات میشه. اینا کلیگیشی میتونه باعث حبس در انسان ها شود. باش ام اگر از بدن خود مواظبت نکنیم انسان ها میتواند به حبس مبتلا شود. برای ازی باید از بدن خود مواظبت کنیم. یک دفعه اگر خدای نخواسته در حبس مبتلا شدیم دیگر راهی برگشت نداره و راه تداوی نداره، به خاطر از اینکه حبس رگهای اعصاب، رگهای خون، عضلات دستها، بندهای ناخون و بندی دست و همه را صدمه وارد مونه و تا که زنده هستیم خدای نخواسته از اون به بعد همیشه از این درد رنج میبریم. برای از این من خواستم این ویدیو رو درست کنم تا دوستای عزیز درباره حبس مطلع شود. دیگه به خاطر از خدمت شما دوستان عزیز امروز قرار دارم با ما باشید. در این ویدیو کوتاه برایشون مختصر میگم که حفظ چی هست و چطوری به وجود میاد و چطوری از به وجود آمدن حفظ جلوگیری کنیم. تا آخر ویدیو به همراه از ما باشید. خب حفظ چیست؟ حفظ یک مشکل صحی هست که از استفاده کردن زیاد از ابزار برقی ارتعاشی در سر کار به وجود می آیند. استفاده کردن ابزار ارتعاشی در وقت انجام وظیفه باعث لرزش در دست ها و بازو ها می شوند که اگر به مدت طولانی استفاده شود باعث ابتلا به حفظ می شود. اگر خدا نخواسته به حفظ مبتلا شوید دیگر تداوی ندارد و برای همین بهتر است این مشکل صحی را بهتر بشناسیم و از وقوعش جلوگیری کنیم. حفظ می تواند باعث صدمه به رگ های عصبی و رگ های خون در دست ها و بازو ها شود. در ابتدا در ناخن ها حسی سوزنک مشاهده می شود و بعد ناخن ها سفید و سرد می شود و بعدا سرخ و پوندیده و دردناک می شود. حفظ یک مشکل غافلگیر کننده است که به آسانی مشاهده نمی شود. هوای سرد و تر این مشکل صحی را بدتر می کند. اگر به حفظ مبتلا شویم برداشتن اشیای خرد مانند سوزن یا پیچ و یا دیگر اشیای کوچک مشکل می شود، زیرا حس و توانایی دست برای محکم گرفتن اشیا کمتر می شود. حفظ حدود 40 سال قبل شناسایی شده است و حالا کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از این مشکل صحی قانونهای جدید و راههای بهتری مواظبت در برابر این مشکل صحی را معرفی کردند. در کشور انگلیس بالای 2 میلیون نفر در معرض خطر ابتلا به حفظ قرار دارند و برای مواظبت از آنها دولت انگلیس قانون جدید را به نام Control of Vibration at Work Regulation معرفی کرده است که در آن برای استفاده کردن از ابزار ارتعاشی در سر کار حد تعیین کرده است که استخدام کننده ها مجبورند از آن پیروی کنند. یک چند وقت پیش وقتی ما یک کورس درباره صحت و سلامتی در سر کار انجام می دادم، در اونجا با حفظ رو برو شدم و درباره حفظ هر چی قصد داشتم اطلاعات جمع کردم و وقتی دیدم که حفظ در کشور انگلیس بسیارند
جدی میگیره و برایش قانون هایی با وجود آورده که نفرایی که در کارهای ساختمان و در کارهایی که باعث میشه از لوازمی که باعث لرزش در دست میشه از اونها استفاده کنه، برای از اونها حد حدود گذاشته که از این روز یعنی مقدار در خط میتونی از این وسایل استفاده کنی و وزود قصد یا تر صاحب کار سخت فشار دادن که تو حتما از این کار انجام بدی، و برای کار صاحب کارا و برای استخدام کارا سمسه راهنمایی کرده که شما میتونین اینی کارها را کنین که تا از حفظ جلوگیری کنیم. بعد از اون وقتی ما این اطلاعات گرفتم از اون باید خواستم یک ویدیو درست کنم که هم وطنهای عزیز از ما که در افغانستان و در پاکستان و در ایران و در هر جای در کار ساخت و ساز و در کار معدن زغال و در کار سرکسازی و در کار نجاری و در هر کارهایی که کارهای سنگکاری و در هر کاری که خلاصه باعث میشه که در سر کار اینا از وسایل و لوازمی که لرزه به وجود میره از اونها استفاده کنه. خواستم این ویدیو درست کنم تا این دوستان عزیز ما که هم دمشه در باره حبس اطلاعات داشته باشد اطلاعات پیدا کنه تا بیتن از بدن خود مواظبت کنه. علائم حبس کدام ها هند؟ یک، مشکلات عصبی مانند بهش شدن ناخون های دست و حس سوزنک سوزنک شدن در ناخون ها. اشتهای عصبی در بدن به فریکانس ها و لرزش های مختلف عکس العمل های مختلف دارند. به همین دلیل ارتعاشات زیاد در دستها به خاطر استفاده از ابزار ارتعاشی باعث صدمه به رشته های عصبی می شوند. دو، حبس می تواند باعث تنگ شدن رگ های خون در دستها و ناخن ها شوند. رگ های خون موجود در ناخن ها به حد 1/3 تار موی انسان کوچک هستند، یعنی اگر 30 تا از آن رگ ها یک جا شوند به اندازه 1 تار موی انسان می شوند. لرزش های دست به طور مداوم باعث صدمه به رگ های خون می شوند و خون به اندازه کافی به ناخن ها نمی رسند. 3. سفیشیدن نوک ناخن ها و بعد سرخ شدن و دردناک شدن ناخن ها نیز یکی از علائم حبس می باشند. 4. مشکلات در برداشتن اشیای خیلی ریز مانند سوزن و کمزوری در توانایی محکم گرفتن نیز یکی از علائم دیگر حبس می باشند. 5. مشکلات کارپال تنل سیندروم. در بند دست انسان یک تونل خرد وجود دارد به نام کارپل تونل که از آن تندن ها و رگ های عصبی عبور می کنند و به سمت دست و ناخن ها می روند. ارتعاشات از نتیجه استفاده از ابزار ارتعاشی می تواند باعث پندیدن این تونل شود که در نتیجه فشار به رشته های عصبی و تندن ها وارد می کند که باعث می شود که دست توانایی محکم گرفتن را از دست بدهد. راه های جلوگیری از حبس. 1. پوشیدن دستکش و گرم نگه داشتن دستان خیلی ضروری هست. حبس ابتدا از نوک ناخن ها شروع می شوند و بهتر هست که دستکش کامل بپوشیم تا تمام دست و ناخن ها را بپوشاند. 2. خوش نگه داشتن بدن، دستان و بازوها. خوش و گرم نگه داشتن بدن می تواند دست ها و پاها را نیز گرمتر نگه دارد. برای همین گرم نگه داشتن تمام بدن و دست ها و بازوها در وقت کار خیلی ضروری می باشند. سردی هوا یکی از دلایل مبتلا شدن به حبس هست. پس در سردی های زمستان همیشه دستان خود را گرم و خوش نگه داری کنید. 3. ترک کردن سیگار. ترک کردن سیگار یکی دیگر از راه های جلوگیری از حبس هست. همه ما می دانیم که سیگار مضر هست، اما در رابطه به حبس سیگار کشیدن خیلی مضرتر از آن هست که ما فکر میکردیم. سیگار کشیدن باعث تنگی رگهای خون میشوند و خون در ناخنها و دستها کمتر جریان پیدا میکنند. 4. آهسته گرفتن ابزار ارتعاشی در وقت انجام وظیفه نیز میتواند به جلوگیری از حبس کمک کند. وقتی که از لوازمی باعث لرزش در دستان میشوند استفاده میکنید، کوشش کنید آهسته تر بگیرید و زیاد فشار وارد نکنید و بگذارید لوازم یا ابزار در حالت نرمال خود کار کند. 5. کوشش کنید که زیاد از ابزار ارتعاشی استفاده نکنید و به وظایف مختلف دیگر سهم بگیرید تا به استفاده کردن از آن وسایل مجبور نشوید. مثلا در سر کار با همدیگر همکاری کرده و کارها را به نوبت انجام دهید. 6. استفاده از لوازم مخصوص برای جلوگیری از حبس. لوازم مخصوص جلوگیری از حبس نیز وجود دارند، اما قیمت آنها خیلی گران هست و بهترین راه این است که در وقت خرید ابزار کاری باید به لول لرزش که تولید میکنند نیز توجه کنیم و لوازم بخریم که کمتر باعث لرزش در وقت استفاده شود. دوستان عزیز و گرامی، یک جهان تشکر که تا اینجا با
ما را همراهی کرده اید. اگر دوستای عزیزی در و... که در از درد کمر و درد پشت رنج میبرد و یا میخواهد درباره درد انواع درد کمر و درد پشت اطلاعات پیدا کنید، میتواند این ویدیو رو ببیند و دیگر تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند یک بار میسپارم. تشکر از حمایت های همیشگی و کامنت های شما عزیزان و لایک های شما. زنده باشین، خداوند یار و نگهدار شما. لطفاً کانال کن از بیوتی و سابسکرایب کنید.